روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رحیم‌پور، صدای روح الله مولوی عبدالحمید یکی از معدود صداهای در داخل ایران هستش که از ابتدای این اعتراضات سراسری هر کاری حکومت کرده نتونسته خاموشش بکنه. با درود بر شما جعفر. ببینید، آقای عبدالحمید همچنان در مقام نصیحت حکومت داره قدم برمی‌داره. یکی از دلایلی که غیر از مسئله محبوبیت ایشون در منطقه بلوچستان در بین اهل سنت و حمایتی که قبایل و خاندان‌ها در طوایف اهل سنت بلوچستان از ایشون می‌کنند، یکی از دلایلی که حکومت نتونسته صدای ایشون رو ساکت بکنه این هست که در مقام نصیحت صحبت‌های اصولی رو انجام میده که حداقل 40 سال توسط بسیاری از کسان دیگر در حکومت مورد اشاره قرار گرفته بوده. در نتیجه عبدالحمید کسی هست که با زبان این حکمران‌ها داره با اونها حرف میزنه، با زبانی حرف میزنه که اونها نمیتونن ساکتش بکنن. این باعث میشه که نه فقط بین اهل سنت بلوچستان، بلکه در بین بسیاری از شیعیانی که در ایران هستند و مخالف در واقع با حکومت مخالفت دارند یا انتقاد دارند مورد توجه قرار میگیره. این که در هفته‌های اخیر به صورت مرتب در هنگام برگزاری مراسم نماز جمعه اینترنت داره قطع میشه به دلیل افزایش میزان توجهی هست که به سخنان عبدالحمید مولوی عبدالحمید داره مطرح میشه و این زنگ خطر رو برای حکومت به صدا درآورده که یک نفر در درون کشور، در درون مرزهای جغرافیایی این کشور داره با زبونی حرف میزنه که زبان حکمرانان هست و مردم دارن باهاش همراهی میکنن. این مسئله استفاده از این زبان، استفاده از این ادبیات در نصیحت به نظر من موضوع مهمی است که مولوی عبدالحمید داره اون رو به شکل خیلی درستی اجرا میکنه. آقای رحیم‌پور، مطمئنم که تایید میکنید کسان دیگری هم بودن در این 40 خورده ای سال که با زبان نصیحت صحبت کردن اما روانه زندان شدن، بازداشت شدن، ممنوع کار شدن، به اشکال مختلف به هر حال به اونها فشار آمد. چه چیزی به نظرتون باعث شده که یکم دست حکومت بسته تر باشه برای مقابله با اون؟ کاملا درست میفرمایید. امتیازی که مولوی عبدالحمید داره در واقع مردم بلوچ هستند، مردمی که به معنی واقعی کلمه آقای عبدالحمید رو به عنوان یک رهبر مذهبی و یک رهبر معنوی و در ایام اخیر به عنوان یک رهبر اجتماعی پذیرفتن و ازش حمایت میکنند. حضور این نظام، در واقع نظام طایفگی، نظام عشیره‌ای که در بلوچستان وجود داره و پشت هم رو خالی نمیکنند، دست در دست هم قرار میدن و متحد هستند در حمایت از عبدالحمید، به نظر من مهمترین موضوعی هست که باعث میشه که مولوی عبدالحمید به اون صورتی که دیگران تحت فشار حکومت بودن تحت فشار قرار نگیره. گرچه موضوع اهل تسنن بودن ایشون هم شاید به نظر برسه که یکی از عوامل هست، ولی در این مورد هم حکومت قبلا استثناهای دیگری رو داشته. از نظر من اتحادی که در بین بلوچ‌ها در طی ماه‌های اخیر وجود داشته در حمایت از مردم بلوچستان مهمترین عاملی هست که باعث شده مولوی عبدالحمید به مسیر خودش در این فضای سیاسی و اجتماعی ادامه بده. ممنونم از شما روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی.